درود فراوان خدمت شما همراهان گرامی، با یکی دیگه از جلسات آموزش گیتار در خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم از اینکه میتونیم با همدیگه موسیقی رو کار کنیم و گیتار رو یاد بگیریم. توی جلسات قبلی در مورد یا در خصوص تکنیک میوت صحبت کردیم. امروز هم میخواییم همون تکنیک میوت رو یه مقدار دوره کنیم و کار کنیم و تمرینات آخرین جلسه رو یک بار مرور کنیم و به تمرینات جدیدتر متصلشون کنیم. دقت کنید که ما تکنیک میوت که در گذشته یاد گرفته بودیم، انگشت آی از بالا به سمت پایین حرکت میکرد و همزمان با ضربه زدن انگشت آی از بالا به پایین دست من سیما رو میگرفت و سیمها رو قطع یا خفه میکرد. یعنی من انگشت من داره از بالا به پایین حرکت میکنه، این قسمت دستم روی این سیمها قرار میگیره و سیمها رو خفه میکنه. تعداد خیلی زیادی ریتم ها در خصوص میوت و ریتم چهار چهارم، دو چهارم، اسلوراک و غیره رو توی جلسات گذشته بهتون آموزش دادم. امروز یک مقدار در مورد نوع دیگه ای از تکنیک میوت که تکنیک پال میوت هست صحبت میکنم. تکنیک پال میوت رو با کف دست بهتره اجرا بکنیم، به این شکل که دیگه انگشت آی از بالا به پایین حرکت نداره و فقط کف دست شما یه فشار روی سیما وارد میکنه. بهترین مکانی که انگشت من یا دست من میتونه حرکت بکنه اینه که من دستمو از مچ از این ناحیه بشکنم کامل، یعنی این قسمت مچ دست من کامل شکسته بشه و یه فشار روی سیما بیاره. دقت کنید صدای این تمرین رو بدون اینکه من هیچ ضربه‌ای بزنم، دقت کنید خود فشار آوردن این قسمت روی بدنه گیتار باعث میشه یه صدایی تولید بشه که این تکنیک پال میوت رو برای ما به وجود میاره. خیلی خوب، الان من میخوام این تمرین رو شروع به اجرا بکنم، پس بهتره یه ضربه با انگشت آی وارد کنم، یه تکنیک پال میوت، دستمو از این قسمت میشکنم. لازم نیست که دستمو یا عضلاتمو منقبض کنم، دستمو جمع کنم، خیلی راحت به همون فرم دستی که گرفتید، فقط کافیه که دستمون از اینجا یه فشار بیاریم و سیما رو کاملا میوت بکنیم. پس یه ضربه با آی، یه ضربه پال میوت، یک دو، یک دو، یک دو. این تمرین رو با من سعی کنید اجرا بکنید، یعنی یه ضربه یه پال میوت. اگر احساس میکنید که اون کیفیتی رو که باید نداره صدای پال میوت شما یا این صدا تولید نمیشه، خیلی عوامل هست. خیلی از بچه ها روزای اول که وقتی میخوان ضربه بزنن فکر میکنن که ممکنه این ضربه باعث پاره شدن سیم ها بشه یا ممکنه برای گیتارشون مشکلی به وجود بیاره، یه مقدار با ترس ضربه میزنن، این باعث میشه که اون صدایی که میخوان رو تولید نکنن. اصلا نترسید و خیلی با خیال راحت ضربه بزنید. اینکه کجای دست ما بتونه نیرو وارد کنه برای ما اهمیت داره. فشار خیلی زیاد رو چوب یا رو بدن گیتار نیارید و سعی کنید دقیقاً کف دست شما روی 6 تا سیم ضربه بزنید که این صدا رو کاملا به این شکل میوت بکنیم. حالا اگر من بخوام تمرین ریتم رو برای شما اجرا بکنم داخل کتاب، در واقع تمرین صفحه 14 کتاب ریتم رو میخوام برای شما اجرا کنم که در خصوص همین پال میوت داره برای ما صحبت میکنه. من یه ضربه با انگشت پی میزنم، یه ضربه با انگشت آی میزنم از بالا به پایین، یه ضربه با انگشت آی از پایین به بالا میزنم، یه تکنیک پال میوت، بله، یه ضربه از پایین به بالا، یه ضربه از بالا به پایین و دوباره یه ضربه از پایین به بالا. پس یه بار دیگه این تمرین رو مرور میکنم، همین جور که تصویر رو شما دارید ملاحظه میفرمایید. من اینجا جا داره که از دوستای خیلی خوبم، از عوامل پشت صحنه که واقعا زحمت میکشن و این کار رو انجام میدن تو طی این قسمت هایی که من در خدمت شما بودم، کارگردان خوب برنامه جناب آقای احمدی و جناب آقای شریفی واقعا لطف کردن به من و زحمت کشیدن، جا داره که تشکر کنم. هماهنگی‌ها رو انجام دادن، همینطوری که الان روی صفحه دارید شما می‌بینید، صفحه 14 کتاب داره در خصوص تکنیک پال میوت صحبت می‌کنه. دقت بکنید، یه ضربه با انگشت پی می‌زنم که قبلا هم بهتون گفته بودم این ضربه با انگشت پی می‌تونه با انگشت آی هم خورده بشه. ضربه با انگشت آی از بالا به پایین، ضربه با انگشت آی از پایین به بالا، دوباره یه تکنیک پال میوت، یه ضربه از پایین به بالا، یه ضربه از پایین بالا به پایین. من پشت سر هم اجرا می‌کنم.
یکم با سرعت پایین تر. چقدر خوبه که اگر این تمرین رو با من اجرا بکنید همزمان با هم دیگه، دقت بفرمایید. همینطور که تصویر رو ملاحظه میکنید دست من رو هم میبینید. این حرکت رو سعی کنید توی منزل با من اجرا کنید. من یه مقدار حالا میخوام سرعت بهش بدم. خیلی خوب، حالا میخوام اینو با آکوردهای مختلف ترکیب بکنم و روی آکوردهای مختلف بزنم، که تمرینی که شما خودتون میتونید توی منزل انجام بدید و این ریتم 4/4 که غالب ریتم رومبا داره رو با آکورد ترکیب کنیم. اینجا پیشنهاد میشه با این 4 تا آکورد، آکورد لا مینور، سول ماژور، فا ماژور و می ماژور اجرا بکنیم. لا مینور رو، آکورد ای ام رو، همینطور که توی جلسات گذشته بهتون گفتم، میتونیم از شکل باردارش هم استفاده بکنیم، یعنی آکورد لا مینور، سول ماژور، فا ماژور و می ماژور. یه بار دیگه، لا مینور، همینجوری که روی دست من میبینید، سول ماژور، فا ماژور، می ماژور، ترکیب با همین ریتم رومبا میشه. پس دقت کنید ضربه پال میوت کاملا وقتی که ضربه میزنیم صدا رو باید قطع بکنه و دیگه حرکت انگشت آی رو هم نداره. توی تکنیک نوشتاری یا علامت اختصاری این تکنیک فقط یه دایره با ضرب در هستش که تو تصویر قبلا بهتون نشون داده شد. تکنیک میوت در واقع یه حرکتی یا فلش هم همراهش بود که به شما میگفت الان داره از تکنیک میوت استفاده میکنه، ولی تکنیک پال میوت فقط یه حرکت علامت دایره هستش و ضرب در همینجوری که توی تصویر دارید میبینید به این شکل نشون داده میشه. بسیار هم عالی. خیلی خب، پس ما الان تکنیک پال میوت رو با هم دیگه مرور کردیم. سعی میکنم یه مقدار که رفتیم جلوتر دوباره برگردم روی همین مسئله و دوباره همین ریتم رو با آکوردهای جدیدتر دوره و مرور بکنم. اگر خاطرتون باشه توی درس‌های جلسات گذشته من یه تمرین بهتون دادم که این تمرین در خصوص انگشت پی بود، هم سرعت انگشت پی رو بالا می‌برد و هم قدرت انگشت پی رو بیشتر می‌کرد. به این شکل بود که من این نوت ها رو با انگشت پی اجرا می‌کردم. این قطعه یا این تمرین رو ما قبلا در گذشته مرور و اجرا کرده بودیم. خیلی خوب میشه اگر اون دوستانی که خاطرشون هست و یادشون هست دوباره همین تمرین رو شروع کنن به اجرا کردن و کار کردن. اون دوستایی که خاطرشون نیست میتونن مرور کنن به درس‌های قبلی، یه بار دیگه این تمرین رو اجرا کنن که آمادگی ازش داشته باشن، چون میخوایم همین تمرین رو بست و گسترشش بدیم. الان همون تمرین رو میخوایم اجرا بکنیم، ولی نمونه درس‌های قبلی بعد از هر ضربه یه پی یه ضربه با انگوش امروز سیم اول اجرا کنیم. دقت کنید، من یه دونه با پی، ما قبلا این تکنیک را یاد گرفته بودیم، تو درس‌های قبلی داشتیم مدلش رو صحبت هم کرده بودیم که بعد از هر ضربه یه پی با انگوش ام یه ضربه رو سیم اول میزنیم. حالا هم داریم همین کار رو انجام میدیم، همون نوتای پی رو اجرا میکنم و بعد از هر ضربه پی با انگوش ام یه ضربه رو سیم اول میذارم. دقت کنید الان به این شکل من دارم اجرا میکنم. یه بار دیگه، به این شکل، یعنی این دست من داره ضربه های پی رو اجرا میکنه، بعد از هر ضربه پی دارم با انگوش ام یه ضربه رو سیم اول میزنم. همینجوری که تو تصویر میبینید این قطعه که یه تنظیم ساده شده از قطعه آستوریاس هست رو داریم به شما نشون میدیم. میتونید الان همون نوتای پی رو اجرا کنیم و بعد از هر پی یه ضربه با ام رو سیم اول بزنیم. من اجرا میکنم.
بسیار عالی. این تمرینی که الان اجرا کردید میتونه خودش یه تمرین انگشت باشه، یه فینگر پاور باشه، برای اینکه سرعت و کیفیت و قدرت دست شما رو بالا ببره. به چه شکلی؟ الان تمرین کردید، آمادگی دارید، سعی کنید بهش سرعت بدید. برای تمرکز حواس خیلی لازمه، خیلی خوبه، میتونید این تمرین رو اجرا کنید و بعد بهتون میگم که چی کار بکنید که تمرین بتونه تکنیک بیشتری هم به شما یاد بده. ببینید، من قبلا هم بهتون گفتم خیلی از تمرین های ساده ای که شما دارید میزنید، حتی تو کتاب اول، حتی تو کتاب دوم، اینا میتونن تکنیک های مستر کلاس شما هم باشن. تکنیک های یعنی یه نوازنده حرفه ای از زاویه و از دید حرفه ای به این تمرین نگاه کنه، خیلی تواناییتون رو میبره بالاتر. من انتظارم اینه که یه هنرجوی مبتدی، یه هنرجوی تازه کار این تمرین رو به این شکل بزنه، بعد از حرف یه ام بزنه به این شکل، و همین سرعت برای ما کافیه، همین تکنیک برای ما کافیه به همین شکل بزنه. ولی اگر یه هنرجویی هست که کار کرده، توانایی بیشتری داره، الان سعی کنه همین درس ساده رو با سرعت بالاتر بزنه. یعنی این تمرین رو داریم میزنیم، خود این باعث میشه که تکنیک دست شما و تمرکز شما خیلی خیلی بالا بره. باز میتونیم تکنیک رو، حالت اجرایش رو عوض کنیم. یعنی ببینید، یه درس رو میشه به چند مدل مختلف اجرا کرد. الان اینو زدید، سرعت گرفتید، میتونید اجرا بکنید. حالا همین تمرین رو بیایم چیکار کنیم؟ دوباره مرورش بکنیم، اجرا بکنیم، ولی بعد از هر پی با انگوش آی یه ضربه رو سیم اول بزنیم. دقت کنید، من یه دونه پی، یه آی، یه پی، یه آی، یه پی، یه آی. یعنی به جای اینکه پی و ام دارم اجرا میکنم، همین تمرین رو با پی و آی میزنم به این شکل. پس من دوباره این تکنیک رو اجرا کردم با سرعت بالا، ولی این دفعه به جای پی ام از پی آی استفاده کردم. یه بار شما تکنیک پی ام رو اجرا کردی، یه بار تکنیک پی آی. یعنی برای هر دوتا انگشتت، برای تقویت کردنشون، اومدی تکنیک ها و تمرین های جداگانه در نظر گرفتی، ذهن خودت رو قوی کردی که بتونی این تمرین ها رو بزنی. این فوق العاده است. یعنی این تمرین ها واقعا کارایی بی نظیری داره برای شما. باز من میخوام همون تمرین رو دوباره تغییر بدم. این دفعه یه مقدار سعی میکنم بیشتر خودم رو به چالش بکشم. یعنی بعد از هر پی، این بار یه دونه ام و یه دونه آی اجرا میکنم. من گفتم این قطعه آستوریاس یه تنظیم خیلی ساده شده از قطعه اصلی اون هست که سویت ایبریا، یه قسمتش هست که قطعه آستوریاسه. اصل این قطعه رو امیدوارم که در آینده حتما بهش برسید. معمولا بعد از کتاب چهارم پنجم بچه ها سعی میکنن که این سویت رو اجرا کنن. حالا به شکل سویت کامل هم اگر اجرا نکنن، خود درس آستوریاس که یه تکنیک فوق‌العاده برای نوازنده های گیتار هست، خیلی کامل و جامع و کافی هستش. حالا ما داریم یه تنظیم خیلی ساده شده توی گام دیگه رو داریم میزنیم، ولی میتونیم نگرشی به اون درس و به اون تمرین ها داشته باشیم. دقت کنید، اون تمرین اینجوریه که من بعد از هر پی دارم روی اون قسمت درس اصلی که دارم اجرا میکنم، بعد از هر پی آی و امم رو عوض میکنم. یعنی به این الگو میزنم. من اگر اینجا دارم این تکنیک رو به این شکل میزنم، میتونم همین الگو رو تعمیم بدم و روی اون قطعه ساده شده هم اجرا کنم. پس شما هنرجویی که الان داشتی این تمرین رو میزدی، سعی کردی پی ام اجرا کنی، پی آی ام اجرا کنی، حالا همون تمرین رو دوباره تکرار میکنی، ولی از الگویی از آی و ام استفاده میکنیم. یعنی بعد از هر ضربه پی یه ضربه با ام، بعد از هر ضربه پی یه ضربه با آی اجرا میکنم. دقت کنید میشه. چون قطعه اصلی به اون شکل اجرا میشه، یه بار دیگه. خیلی
خیلی خوب دوستان، به دست من اگر دقت کنید حرکت پیو میتونید کاملا متوجهش بشید. بچه‌ها دوستای خوب من وقتی که دارن تمرین میکنن خیلیشون این ایرادای کوچیک رو حواسشون بهشون نیست. ببینید اون ایراد خیلی جزئی اگر گرفته بشه شما میتونید یه نوازنده خیلی حرفه‌ای و خوب بشید. داره ساز میزنه، داره همین قطعه رو اجرا میکنه، ولی وقتی داره میزنه دستش جلوی انگوش شستشو گرفته. یعنی خود شما تو خونه نگاه کنید وقتی دارید تمرین میکنید به این شکل دارید میزنید، یعنی اینکه انگوش پی شما اصلا پیدا نیست، اون پشت داره حرکت میکنه. این اشتباهه، من با انگوش پی خودم کامل بیرون باشه، یعنی شما حرکت رو ببینید، حتما این انگشت پی به این شکل باید جدا و مجزا از اون چهار تا انگشت شما باید ضربه بزنه. اینکه شما این انگشت رو بیایی مخفیش کنی پشت دستت کاملا اشتباه و غلط هستش. نکته بعدی این که وقتی دارید ضربه پی میزنید، خواهش میکنم که باز حواستون جمع باشه. گفتم این جلسه این تکنیک باعث میشه که ما بتونیم ضربه پی رو مرور بکنیم و تمرین بکنیم. حواستون جمع باشه که انگشت پی از این محور حرکت نکنه. این خیلی اشتباه بزرگیه. بعضی از دوستان از ابتدا متاسفانه غلط و اشتباه تمرین کردن، محور حرکت انگشت پی اینجوری از این سمت. این واقعا باعث میشه که شما نوازندگیتون تحت تاثیر قرار بگیره و هیچ وقت نتونید به اون قدرت و سرعتی که میخواید برسید. حتما سعی کنید محور حرکت انگشت پی از این قسمت باشه و رو به بیرون، دقیقاً از این قسمت و رو به بیرون، یعنی از این قسمت. اصلا امکان نداره که خمش کنید، یه کاری کنید که فقط محور حرکت اینجا باشه، یعنی اینجا رو به بیرون داریم میدیم، کاملا به این شکل بزن. پس یه بار دیگه انگوش پی و آی ام منو اجرا کنید. خیلی خوب، حالا من میام همینو سرعت بهش میدم. پس ببینید چه اتفاقی افتاد. اگر ضربه های آی ام منو دقت کنید، دقیقاً پشت سر همون پیوسته داره اجرا میشه، دقیقاً منظم داره اجرا میشه. این خیلی باعث میشه که تمرکز حواس شما بالا بره. این درسی که ما داشتیم امروز مرور میکردیم و هم دیگه، اصلا یه درسیه که در خصوص تمرین های قبلی داره صحبت میکنه، یعنی ارزش زمانی تریوله، یه قطعه‌ایه که خب خیلی از نوازنده های گیتار دوستش دارن و به عنوان یه قطعه دوست داشتن بهش نگاه میکنن، ولی ما داریم این تمرین رو از دل اون تمرین میکشیم بیرون. یعنی اصلا از این بود و از این دید بهش نگاه نمیکردیم که این قطعه میتونه خودش یه تمرین انگشت باشه، این قطعه میتونه به شکلهای مختلف اجرا بشه. اول جداگونه پیو تمرین کردم، ضربه پیو سعی کردم وقتی دارم ضربه میزنم محور حرکتش، فرم دستش، الگوی ضربه زدنش اینا چک بشه. یعنی شما به عنوان یه نوازنده کاملا نشستی و این مراحل رو انجام میدی. هیچ وقت فکر نکنید یه صفحه نوتو بذاریم و بزنیم این تموم میشه. نه، شما از اول باید این تمرین رو به اجزای کوچیک تقسیم بکنید و هر جزء این تمرین رو چک بکنید و ازش مطمئن بشید. پس من الگو و محور ضربم درست شده، حرکت پی فرمش درست شده، شکل نمایش دادنش درست شده. حالا یک بار میام با الگویی از پی و ام اجراش میکنم، یعنی بعد از هر پی یه ضربه با ام میزنم، یه بار میام با پی و آی تمرین میکنم، یه بار میام پی و آی و ام اجرا میکنم. پس سه جور تمرین. الان سرعتم پایینه، خیلی با سرعت آهسته خیلی آروم دارم اجرا میکنم، به این شکل میزنم، یکی با آی اجرا میکنم و یکی هم با ترکیب آی و ام و سعی میکنم سرعتم رو تا جایی که میتونم بالا ببرم و خوب اجراش بکنم این قطعه رو. خب این قطعه هنوز تموم نشده و کار داره و جایی تمرین داره، ولی خب چون که جلسات ما تعداد ساعت مشخص و معینی داره، من همینجا این جلسه رو تموم میکنم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. اینکه بدونم تمریناتون رو درست و عالی و خوب دارید اجرا میکنید باعث میشه که با اراده بیشتری تمرینات رو بتونم ادامه بدم و تو جلسات آینده در خدمت شما باشم. شاد و پیروز و موفق باشید.